وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، پتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نه را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مران، زنده در این بوم و بر یک هم مران. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. با تقدیم مهرآمیزترین درودها به بینندگان ارجمند این برنامه، من آریا باقری به همراه کارگردان فنی برنامه آقای روزبه نازنین از این ساعت به مدت 80 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه را با ذکر نام بزرگان ایران زمین به شما پیشکش می نماییم. در حدود 4000 سال پیش بزرگترین آموزگار ایرانی جهان اشو زرتوش اسپندمان به ما آموخت که پیرو سه اصل زیر باشیم: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. در بیش از 2500 سال پیش بزرگترین پادشاه ایران و جهان کوروش بزرگ، والامندترین فرمان تمام دوران بشریت را به نام قانون حقوق بشر تدوین و به جهانیان عرضه نمود. در ضمن از اهورامزدا خواستار شد که سرزمینش را از خوش‌سالی، دشمن و دروغ در امان دارد و اهورامزدای بزرگ این دو خواسته مردانش را به دست مردم فرهیخته ایران زمین انجام داد و سرزمین
ما را سرآمد سه کشور بزرگ جهان آن روزگار قرار داد. لکن در 1400 سال پیش اعراب بیابانگرد دزد بی فرهنگ به این مرز و بوم حمله آوردند و در طول دو قرن بیش از 2 میلیون گردن زدند. بیش از 2 میلیون زنان و مردان و زنان و دختران این سرزمین را مورد تجاوز دست جمعی قرار دادند و در سواحل حجاز و عربستان به عنوان کنیز به فروش رساندند و بیش از 1 میلیون از فرزندان و نوباوگان 10-12 ساله ایران را به نام غلام بچه در اختیار اعراب تجاوزگر قرار دادند و 1/5 از این درآمد سرشار به اضافه میلیاردها درهم طلا و جواهر دزدی شده را به الله خود و نمایندگان آن تحویل دادند و ایرانی با دین بهین زردشتی راهی جز تسلیم و رضا نداشت. بالاخره پس از 600 سال حکومت اعراب بدوی به ناچار تسلیم شدند و حتی زبان پارسی را به زور شمشیر به عربی تبدیل کردند. لکن در بیش از 1000 سال پیش مردی از خطه زرخیز خراسان با تلاشی به درازای 30 سال زبان گنگ اعراب بیابانگرد را از صحنه فرهنگ والای ایران زدود و دوباره زبان پارسی را به ایران ایرانی بازگردند. نامش حکیم ابوالقاسم فردوسی بود و کتاب منزه و مقدسش شاهنامه که آغازگر آن به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد بود. شوربختانه در 36 سال پیش گروهی دیگر از اون جنایتکاران عرب تبار به سرکردگی آخوند ابلهی به نام جیمی کارتر و سازمانهای اطلاعاتی CIA، موساد، کاگبه، MI6 و مشابه و سربازان مزدور آنها آخوند و ملا، تودهی و مجاهد، چریک فدایی، جبهه ملی، نهضت آزادی و بازاری های دزد و طماع و گروه زیادی از تاریک اندیشان ناجوان مرد ان ایرانی دوباره اوضاع را که 50 سال بود به دست یک پدر پسر از نسل پهلوانان خطه شمال ایران به اوج قدرت و نیکبختی رسانده شده بود، به طوری که خاری در چشم کشورهای استعمارگر چون انگلیس و آمریکا و روسیه و فرانسه و آلمان و بعضی از کشورهای عرب منطقه گردیده بود، به دست این جرثومه های فساد به 1400 سال پیش دوران عرب های بدوی بازگردانده شد. مرگ و نیستی و تباهی نثار همه این فاحشه های سیاسی یاد شده بالا، و چون هر بار بالا بلندترین درودهای خود را نثار یاد و نام جانباختگان ارتش شاهنشاهی ایران می نماییم که خون پاکشان به دست لجنهای یاد شده در بالا سرزمین ایران را پوشان، یادشان تا جاودانه جاودانه ها جاوید و پاینده با. همونطوری که مجدداً درود میگم خدمت عزیزان، همینطوری که بر روی صفحه تلویزیون ملاحظه میفرمایید، امروز 19 آبان ماه 2573 شاهنشاهی هخامنشی ایرانی است، برابر با 1393 هجری عربی و برابر است با 10 نوامبر 2014 میلادی و یا ترسایی میلادی اگر اشتباه گفتم. ضمناً روی صفحه مشاهده می‌فرمایید ما الان 65530 دلار تا پایان ماه اکتبر کسری داریم. خوشبختانه تا باعث امیدواری است که در این مدت ببخشید 10-20 روز
عزیزان، بینندگان، مردم ایران، کسانی که عاشق این تلویزیون هستن، کسانی که این تلویزیون رو دریچه‌ای به روی ایران می‌بینن و به ویژه برای جوانهای ایرانی، تا اون حد امکان سعی کردن که کسری رو تأمین کنن. ولی هنوز ما بابت ماه قبل 65,000 تا دو ماه قبل در حقیقت 15,000 دلارش مربوط به سپتامبر، 50,000 دلارش مربوط به اکتبر، و تا قولی که تا به حساب ددلاینی که یا آخرین مهلتی که آقای آریان انجام داد قرار گذاشته تا 15 این ماه که 5 روز بیشتر، یعنی تا شنبه آینده بیشتر نخواهد بود، 25,000 دلارم به اون رقم باید اضافه بفرمایید. پس بنابراین میشه یه چیزی حدود 65 و 25 میشه 90,000 دلار ما تا 5 روز دیگه کسری داریم. حالا قرار بر اینه که اگر که ما بتونیم این 90,000 دلار رو در این 5 روز در بیاریم و یک کسی یا یک کسانی دست بکنن، حالا ارقام واقعا ارقام کوچیک دستتون درد نکنه. الان داشتم نگاه میکردم دیروز در برنامه آقای سعید شمیرانی که بازمس که چندین ساعت در خدمت شما بودن، ارقام دیدم از 1,000 دلار تا 10 دلار، 10 دلار، 30 دلار، 50 دلار، 500 دلار، و باز نام یه دو تن از عزیزانمون آذر بقایی رو دیدم، خانم و آقای بقایی که همیشه اسمشون روی این صورت در هر روز هست، با اینکه ماهیانه مرتبی میدن ولی باز هم هست، همچنین بانو قویدل و تیمسار نازنینشون و غیره. برجه سپاسگزارم. ببخشید من فقط همین دوتا اسم یعنی یادم مونده، نه اینکه بقیه کم اهمیت کارشون، نه، همه پر اهمیت و بسیار زیباست. دستتون درد نکنه، من دستتون رو میفشارم، پیشونی بلندتون رو میبوسم و سپاسگزار شما هستم. فقط یک مسئله رو باز من چند ده بار اینجا تکرار کردم، مجددا خدمتون تکرار میکنم که بدونید که پولی که شما میدید به هیچ عنوان، به هیچ عنوان یک سنتش در جیب کسانی که اینجا برنامه اجرا میکنن، تا اونجایی که من اطلاع دارم، یه حد اقل در مورد خودم که بگم که 100% مطمئنم، دینار که اینجا نمیدن، اینجا سنته، یک سنتش به جیب من نوعی نمیره. یعنی ما نه تنها اینکه چیزی نمیگیریم، بلکه یک هزینه های مختصری هم در ماهی 300 400 500 دلارم هزینه هایی است که ما انجام میدیم، میایم اینجا، میریم، میایم، بعضی هزینه های متحمل میشیم تا بیام به اینجا و این یکی دو ساعت و ضمن وقتمون که من باز از خودم میگم، نگم جمع نبندم، خودم وقتی که میذارم برای اینکه دو ساعت بیام اینجا در خدمت شما بشینم، بالاخره 7-8-10 ساعت یه روز اینجورا مطالعه احتیاج داره، باید کتاب نگاه کنی، یه چیزی بنویسی یا یه مطالبی رو تهیه کنی. گرچه الان اونقدر وضع پولمون بده که دیگه زیاد نمیتونیم به این کارو، فقط باید بشینیم بگیم که آقا پول کم داریم، 65,000 دلار تا فلان روز میشه 90,000 دلار، پول بدین، پول بدین. بنابراین به علت کسری زیاد نمیشه که برنامه های جالب تری رو تقدیم کرد، گرچه شخصا من تلاش خودم رو میکنم و امیدوارم که مورد قبول شما واقع بشه. به حضور مبارکتون که طبق روش معمول خودمون ما از کتاب شورش 57 در آینه مطبوعات به قلم آقای شهرام جاویدپور، اون زنده یاد بزرگوار نازنین، ما الان در سال 59 رو داریم مطالعه میکنیم و امروز عرض کردم 19 آبان ماهه، به 19 آبان رو میاریم، 20 آبان اینجا، دوشنبه 19 آبان. خوشبختانه تاریخ طوری است که دقیقا همون روز در اون سال دوشنبه بوده و الان هم همون دوشنبه است و 19 آبان رو با هم نگاه میکنیم ببینیم که چیه.
میگه که در تبریز رضا فیروزی فرزند حسن به انحراف کشاندن افکار عمومی. ببینید یعنی شما حتی اگه و به فرقه زاله بهائیت و مخالفت با جمهوری اسلامی در تبریز اعدام شد، یک بهائی بیچاره که خمینی گجستک وقت اومد در پاریس بود گفت ما حکومتی ایجاد میکنیم که تمام ادیان آزادن، تمام احزاب آزادن، مثل زمان شاه نیست، همه فلانن. از این مزخرفاتی که بارها براتون خوندم و خوشبختانه کتاب جنایت و مکافات رو باز الان در دستم هست، شاید فرصت بشه براتون یه مقداری بخونه. پس این فعلا یک اعدام. از اون طرف جنگ بود بین ایران و عراق، سال نزدیک یک ساله که داره از جنگ میگذره الان در سال 59 و روزانه صدها و صدها جسد و نعش تیکه تیکه شده جوانای مملکت رو دارن میارن و تحویل پدر مادرشون میدن یا در گورهای دست جمعی میارن خاک میکنن یا خود همونجا مجاهدینی که به وسیله به کمک لشکریان صدام حسین عراق به ایران حمله کردن و جوانای ما را، سربازای ما را، بچهای 16 17 14 15 ساله مدرسه‌ای رو که اینا شستشوی مغزه میدادن و به جنگ میبردن، مجاهدین 60 هزار نفر از اینها رو کشتن. سه‌شنبه 20 آبان صادق قضاده که به سبب 20 آبان 1159 رو دارم خدمتتون میخونم، قضاده که به سبب شرکت در یک مناظره تلویزیونی دستگیر و زندانی شده بود به دستور روح الله خمینی از زندان آزاد گردید. قضاده پس از آزادی به خبرنگاران گفت چون به امر امام روح الله خمینی از زندان آزاد شدم هیچ شرطی را برای آزادی خود قائل نیستم و بعد از ملاقات با ایشان همه مسائل را با مردم در میان خواهم گذاشت. اسوسییتد پرس اعلام کرد کورت والهایم دبیرکل سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد اولاف پالمه نخست وزیر سابق سوئد و رهبر سوسیالیست‌های این کشور به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای هموار کردن راه جهت مذاکره صلح میان ایران و عراق تعیین گردیدند. هی می‌رفتن و جلسه می‌دادن ولی جنگ رو بعد از 2 سال ایران برنده شد. قرار شد که 100 میلیارد دلار به ایران ضرر و خسارت بدن، قبول کنن که شکست خوردن، تمام زمین‌های ایران رو تخلیه کنن برن و مقصر اصلی جنگم، راه اندازی جنگم عراق تعیین بشه. ولی خمینی گجستک و بی فرهنگ و عرب تبار و آخون گفت که نه، ما باید بریم تا قدس، تا قدس باید بریم، که نه قدس رفتن و 6 سال دیگه جنگ رو ادامه دادن. بیش از 1 میلیون دیگه جوانای مردم رو به خاک و خون کشیدن، با افتضاح و خفت و خاری، با شکست. بعد از 8 سال جنگ تموم شد و خودش اون جام زهر لعنتیشو گفت من جام زهر رو سر مکشم، سر کشید و هیچ، بی خود و بی جهت، نه پولی بهمون دادن و بیش از 200-300 میلیارد دلار ضرر ایران شد، 2-3 میلیون کشته و مجروح و معلول و بی دست و پا و بی سر و گوش و یتیم و نمیدونم دو، یعنی ایران رو به نابودی، هر چی ساخته شده بود زدن خراب کردن. روزی که اومد یزدی هم همینو گفت که از آمریکا مأمور CIA بود، قدزاده هم همینو گفت، بنی سگ کثافت هم همینو گفت، خود خمینی و همه آخوندها همینو گفتن، هنوز هم میگن، گفتن که ما باید همه آثار طاغوت رو از بین ببریم. هر چه دستاورد در ایران ساخته شده بود در اون 50 سال حکومت پدر و پسر اینا نابود کرد. حتی به اون چیزهای زیر خاکی که مال 3000 4000 10000 سال قبل بود و به ویژه در تنگه بلاغی بود، اونجا رو صد بس اون احمدی نژاد حرمزاده کثافت میمون اونجا رو، تمام اون آثار رو زیر خاک و زیر گل کردن و نابودش کردن.
خبرگزاری فرانسه گفت به دعوت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 75 نفر از سفرا، نمایندگان و وابستگان نظامی 18 کشور مختلف در ایران با یک هواپیمای نظامی از تهران به کرمانشاه و دسفول رفتند و از مناطق مسکونی این دو شهر که توسط عراقی‌ها بمباران شده بود بازدید به عمل آورد. اینو هیچ کدوم برای فاتی تومون نمی‌شد اینا، هیچ کدوم اینا های میبودن بازدید میکردن و گفتن به به آقا عجب زدن، عجب کشتن، عجب خیلی خوب میرفت. چهارشنبه 21 آبان رو خدمتون میخونم. خبرگزاری پارس: نیروی هوایی جمهوری اسلامی تأسیسات نظامی اقتصادی عراق در بندر فاو را بمباران کرد. ارتش جمهوری اسلامی ادعا کرد، نه که واقعیت داره، ادعا کرد 86 تانک، 18 هواپیما، 6 هلیکوپتر، 180 موشک زمین به زمین و 3 کشتی عراقی را در جبهه های غرب و جنوب کشور نابود نمودند. یعنی کشتی هم در جبهه بوده، کشتی های جنگی اومده بودن رو خاک در جبهه ها، پشت تو سنگر قایم شده بودن اینا از بین بره. مزخرفاتی که هر روز می نوشتن که هر روز 200 تا 100 تا تانک زدن، 200 تا نمیدونم 300 تا هواپیما، که بارها اینو گفتن برای جوک و خنده که این جوری که ادعا میکرد جمهوری اسلامی اگر میشمردیم بعد از 8 سال مثلا باید 2-3 میلیون هواپیما، 7-8-10 میلیون تانک ایرانی زده بودن از عراق. اهواز: بعد از ظهر امروز حسن عیاشی فرزند حبش به اتهام جاسوسی برای عراق بر سر یکی از چهارراه‌های اهواز اعدام شد توی خیابون. اطلاعات اعلام کرد محمد علی رجایی اون لجن نخست وزیر جمهوری اسلامی امروز شیخ محمد جواد باهنر را به عنوان وزیر جدید آموزش پرورش مجلس و به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. و اسوسییتد پرس گفت یک هیئت آمریکایی به ریاست وارن کریستوفر معاون وزارت امور خارجه آمریکا برای ملاقات به مقامات الجزایر و مذاکره درباره چگونگی آزادی گروگان‌ها به الجزایر رفتن، که جالب. و آخرین روزی که میخونم خدمتون پنجشنبه است، جمعه رو آرزو میکنم که در خدمتون باشم و بخونم براتون. پنجشنبه 22 آبان کرمانشاه: افراد زیر به اتهام قاچاق مواد مخدر در کرمانشاه تیرباران شدند. حالا هر کسی میگرفتن از اونور در جای میکشتن، از اینور به اتهام قاچاق میگفتن. آقا اگر هم اینا احتمالا قاچاق میکردن میگفتن آقا قاچاق کار خود آخونده، نمیدونم چیز خانه افراف مال خود آخونده، کسی دیگه نباید این کار رو بکنه، بنابراین دستای اضافی رو میکشتن. کرمخان حاجی علیانی، اردشیر نقیبی، منوچهر فیض رهنمود، موسی حیدری. و آخرین مطلبی رو که خدمتون میخونم از پنجشنبه 22 آبان ماه 1359 عربی، کیهان نوشت: صادق قضاده پس از ملاقات با روح الله خمینی در یک نامه سرگشاده خطاب به ملت ایران نوشت: در ملاقاتم با امام روح الله خمینی ایشان بنا به شرایط خاص روزهای جنگ امر فرمودند که فعلا آنچه که گفتنش را لازم می‌دانم به وقت و زمان مناسب دیگری واگذارم و من فقط به دلیل عشقی که به او دارم چشم را هم فقط به او گفتم، نه به هیچ کس دیگر، اما یقینا در موقع مناسب به تکلیف خود عمل خواهم کرد و راز دل خواهم گفت و تنها در صورتی حرف نخواهم زد که زنده ام نگذارن و زنده شم نگذاشتن. بالاخره امام که یه روز اعلام میکرد که این بچه منه، بچه من بوده، از بچگی در خدمت من بوده و اینا، من بهش خودم زبان یاد دادم و غیره، این فرزند منه، بچه منه، اینو دادن اعدامش کردن آقای قصاده. بگذارید، این در مورد کتاب شورش 57 خدمتون خوندم. خانم آقایون عرض کردم همینجوری که در زیر صفحه ملاحظه می‌فرمایید، اینایی که تا دیروز لطف کردن و کمک‌هایی به تلویزیون کردن، تمام اسامیشون به ترتیبی که خواسته شده، اکثرا علاقمند نیستن که اسم فامیلشون گفته بشه با هم حرف اولش، یا مثلا مثل آقای مهران فقط با اسم کوچیکشون، ناشناس از نیویورک، پرویز و بانو از مریلند، همینجور ارقام رو دارن می نویسن که اینا در حقیقت این یک نوع سپاسه،
یک نوع تشکر از کسانی که لطف فرمودن در این مدتی که واقعا ما در وضع بسیار بسیار خطرناک و لب مرز به روی مرز باریکی داریم گذر میکنیم. 5 روز بیشتر نداریم، اگر البته خدا نکنه، فکر نمی کنم که شماها این اجازه رو بدید که این دریچه بسته بشه، ولی اگر چنین قراری باشه منم آخرین برنامه‌ام روز جمعه خواهد بود که اون روز اگر خدای نکرده بازم ببینیم که پولا جور نشده و اینا دیگه یه جورایی، البته شنبه خود آقای آری هم میاد و بر هم برنامه جا میکنه و در ساعت 5 تصمیم میگیره که ببینه چی کار میتونه بکنه. عرضم حضورتون که این در مورد این، من اجازه بدید که اولا که من یک سپاسی دارم از جناب دکتر بهرام ورزا. نمیدونم آیا الان پای تلویزیون هستن، البته خدمتشونم نامه خواهم داد. بزرگواری فرمودن یک کتاب به من هدیه کردن. من خیلی جالبه جناب دکتر، من حتی فرصت نکردم این کتابو یه مطالعه ای بکنم روش. روزی که اولین روزی که آوردم اینجا هفته پیش دوشنبه و بازش کردم و گفتم جناب دکتر ورزا این کتاب گویا مثل که راجبه کائنات بود و نمیدونم به حساب که خداوند چجوری جهان را خلق کرده و اینا، اینو آوردم اعلام کردم. به محضی که پامو از اینجا بیرون گذاشتم یک عزیز زنگ زدن و درخواست این کتابو کردن، ما هم براشون فرستادیم و یه رقمی هم چارجشون کردیم، البته با تعداد چند تا کتاب دیگه خواستن که خیلی هم بهشون تخفیف دادیم، ولی به هر جهت این کارو کردیم و خدمتشون فرستادیم. بنابراین جناب دکتر ورزای نازنین از آلمان، وای میدونم چقدرم واقعا هزینش سنگین شده که فرستادن، بله خیلی هزینش هم زیاده. به هر جهت جناب ورزا کتاب نازنینتون رو من نتونستم بخونم و تقدیم به یه هممیهنه ارجمند کردیم، به هر جهت هدف هم همین بود، ولی من حق بود که خودم، یعنی فرصتی نبود، همین که آوردم اعلام کردم یکی خواستار شد و کتاب رو گرفتن. حالا یا یه تعدادی برامون بفرستید یا حداقل یه دونه دوباره برای خود من بفرستید و بگید که چگونه و چطوری میتونیم این کتاب رو از شما دریافت کنیم. عرضم به حضورتون که من طبق معمول همیشه از بیداری معمولا یک مقاله کوچیک یک گوشه رو براتون میخونم. این اجازه بده یه مطلب بسیار جالبی کوچولوه، خیلی کمه، شاید یه دقیقه هم نشه، به نام بابک بابکان یا بیباک خرمدین. این کسی که من همیشه یک چند روز پیش یه مقدار تاریخچه‌شو براتون خوندم و گفتم که بهتون که ما فقط سرمون توی اون چی میگن اون جای، یعنی منظورم آخر امام حسین و امام حسن و عرب هاست، کسانی که به ما حمله کردن، کسانی که به ناموس ما تجاوز کردن، کسانی که به تمام مادرها و خواهرها و بچه ها و پسر بچه های ما تجاوز کردن، در راه در دور اولی که از ما چیز بردن، اسیر بردن، در حمله اول 300,000 زن و دختر از ما به اسیری بردن و در راه تمام لشکر عمر و لشکر اسلام، لشکری که اربای ننش برای اسلام اومده و دوما یاد بده، بارها و بارها دست جمعی به این زنای ایرانی تجاوز کردن تا رسوندنشون به عربستان، کجا همون جایی که اون خلیفه بغداد اون خلیفه کسافت اونجا زندگی میکرد و اون کسی که فرمان داده بود عمر و غیره و تمام کسانی که حمله کرده بودن بردنشون، که حتی اونجا که رسیدن عمر گفت که من از دست این بچه های حرامزادهی که، یعنی حرامزاده عربا که هم بعد گفتن سیدن اینا همه و از خانواده پیغمبران، حالا همه سید شدن، همه امام شدن و امامزاده شدن، هر گوشهی هر لاشهی رو گرفتن چال کردن به اسم امامزاده و پول شما رو دارن میگیرن و شما بنده خدای بدبخت میرین پول به رنج
رنج و بدبختی به دست آوردین و میریزین تو اونو، آخوند رو برمیدارن میخورن، به ریش بدبختتون میخندن و مسخرتون میکنن که اینقدر بیشعوری. به هر جهت عمر گفت که من از دست این بچه های حرامزاده به خدا پناه میبرم، نمیدونم چه جوری باید این بچه ها رو چی کارشون بکنم. به هر جهت بردن بعد حالا ما فقط برای همون امام حسین و امام حسن و عربا 12 امام و 14 معصوم و 72 تن و 82 من فلان و اینا فقط برای اونا گریه میکنیم، ولی بزرگان خودمونو نمیشناسیم. حالا این مقاله رو از بیداری شماره 76، ماهنامه بیداری شماره شو اگه میخوان هست 858-32-30-13 یا 32013، خیلی راحته زنگ بزنید حداقل بهشون تبریک بگین از این ماهنامه ایزی. بابک بابکان یا بیباک خورم میگه مجسمه بابک خرمدین فرزند آذرآبادگان ایران در بادکوبه آذربایجان واقع در روسیه با چه جلال و ابهتی در میدان شهر نصب شد. بابک به همراه مازیار و برادرش بر علیه حکومت اعراب قیام کرد و با خیانت افشین به دست خلیفه بنی عباس پس از تحمل زجر بسیار کشته و اعدام شد. بابک یکی از اسطوره های درخشان تاریخ ایران است که متاسفانه ایرانی ها به اندازه 100,000 نام حسین و حسن و علی و نقی نام بزرگوار او را بر زبان نمی آورند. این از بیشرمی و جناعت ما ایرانی هاست. در روز اعدام بابک که با تشریفات خاصی و با سر صدای زیادی در برابر خود خلیفه عباسی انجام شد، بنا به نوشته ابن الجوزی نخست یک دست بابک را به شمشیر زدند و خون از بازویش فوران کرد و به ترتیب دست و پاهای دیگر او را بریدند. در همان حال که بابک به زمین غلتیده بود به دستور خلیفه شکمش را پاره کردن و دو تا نیزه کردن توی استخونهای توی سینش که درده، حالا دیگه در واقع جونی نداشت ولی به هر جهت چون خون داشت ازش میرفت دیگه. در همان حال که بابک به زمان غلتیده بود به دستور خلیفه شکمش را پاره کردند، پس از ساعتی سر از بدنش جدا نمودند. این روز شوم دوم سفر سال 223 هجری در تاریخ ثبت شده است. پس از کشتن بابک خلیفه دستور داد آذین برادر بابک را نیز به بغداد بفرستند و او را هم مانند بابک بکشند. طبری می نویسد وقتی دشخین دست ها و پاهای آذین را می برید او نه واکنشی نشان می داد و نه فریادی زد. جسد این مرد را نیز در بغداد بردار کشیدند. این از نوشته استاد زنده‌یاد شجاع الدین شفا در کتاب تولدی دیگر است به یاد آقای شفا و بابک خرمدین که فراموش نشدنی هستن. اینم خواستم خدمتتون بگم. البته من داستان خرمدین رو براتون قبلا خوندم که چه جوری کشتنش اینا واقعا همه جلومه، ولی دیگه چون یه دور خوندم دیگه براتون نمیخوام. من میدونید که هفته پیش شاه بانوی ایران روز دوشنبه یعنی ما در خدمتشون بودیم، تلویزیون ایران آریایی و این بانوی ارجمند سرفراز ایرانی در برنامه خانم تهرانی لطف فرمودن، بزرگواری کردن، شرکت داشتن و به پاسخهای خانم تهرانی ببخشید به سوالهای ایشون پاسخ دادن، به پرسشهای ایشون و چندین بار فکر کنم که در طول هفته خدمت شما تقدیم شد. ولی اخیراً هم یک کتابی گویا خانم منصوره پیرنیا از خاطرات شهبانوی ارجمند نوشتن و تبلیغ این رو میکردن، ولی
نمیدونم که چرا به ویژه خانم پیرنیا، میدونید که روز شنبه شهبانو فرمودن که ما ایران رو، آزادی ایران رو میخوایم که ایران آزاد باشه، ولی با احترام به ادیان، به تمام ادیان، فرق نمیکنه دین مسیحی، دین مسلمان، دین کلیمی، دین بهایی، دین به ویژه دین زرتشتی و غیره. البته این به ویژه رو من دارم میگم. فرمودند که با احترام کامل به ادیان، و همیشه هم در تمام طول، چه در زمانی که در مقام ملکه ایران و شاهبانوی ایران در ایران تشریف داشتن، و چه در این 36 سالی که در خارج از کشور زندگی میکنن و میبینی چه غمهایی به این بزرگ بانوی ایران وارد شده، اینا همتون اطلاع دارین. ولی همیشه گفتن که من به ادیان احترام میذارم. و اتفاقا در چند وقت پیش در یک مصاحبهشون گوش کردم که فرمودن که من به همه ادیان احترام میذارم، ولی چقدر خوبه که مثلا فکر میکنم من یه هنچی چیزی شنیدم که فرمودن که ما به همین گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک هم به اینم باید توجه داشته باشیم. یعنی ما اگر این کارو بکنیم، حالا برجت اگرم نگذارم، من دارم میگم حالا، ولی من شنیدم فکر میکنم. حالا خانم منصوره پیرنیا از این چیز اومدن و ایشون رو هی نسبتشو میدن به عرب ها، در صورتی که فکر نمی کنم، نمیدونم، خود ایشون فکر نمی کنم زیاد موافقه این مطلب باشن. حالا یک نامه نیمه سرگشاده هست، من براتون میخونم. میگه این یک نامه نیمه سرگشاده برای خانم منصوره پیرنیا، یکی از نزدیکان ملکه سابق ایران میباشه. در صورت که پاسخ درستی از سوی ایشان دریافت نکنیم، موضوع را در ماهنامه بیداری می نویسیم برای روشنگری. حالا میگه با درود و احترام خدمت خانم منصوره پیرنیا، شما در تاریخ 14 نوامبر 2014 چند روز پیش در برنامه که اسم مجری رو نوشتن من نمیخونم و تلویزیونم نمیگم، در یک برنامه تلویزیونی شرکت داشتید. در پی پرسشی که مجری برنامه آقای فلان از شما داشت و پرسش او هم هیچ ربطی به نسب و جد و آباء ملکه نداشت، به مجری برنامه فرمودید میدانید که نسبت شهبانو به پیامبر اسلام میرسد. خانم گرامی، مگر مجری برنامه از شما پرسشی از شجره ایشان کرده بود که شما این موضوع را به پاسخ خود اضافه کردید؟ که چه؟ اعتبار ملکه را بالا بردید که ایشان نسبتش به یک مرد نه چندان خوشنام عرب میرسد. بر فرض او پیامبر یک دینی هم باشد، منصوب بودن به یک شخص غیر ایرانی که دینش و لشکریانش میهن ما را به یک ویرانه تبدیل کردند چه افتخاری دارد؟ اگر برای شما افتخار است، برای من ایرانی که مطمئنم برای بسیار دیگری هم چنین است، نه تنها افتخاری نیست، بلکه یک سرشکستگی ملی است. میدانم خواهید گفت این موضوع را خود ایشان در کتابش نوشته یا جایی بیان کرده، اما این را مطمئن نیستید که اگر امروز دیگر ایشان مانند گذشته فکر نمی کنند، و ایشان امروز می دانند که این شجره سازی ها هم دروغین و غیر مستند هستند. کدام سند و کتاب و لوح از زمان محمد برای ما سالم باقی مانده که این شجره نامه های ساختگی و قلابی نباشد؟ اگر هم درست باشد، خجالت دارد، نه خوشحالی که ملکه ایران از یک خانواده بدنام عرب در جهان باشد، فردی خون ریز و قارتگر ضد ایران ایرانی و خودش و اعقابش یک سره. شما که یک خانم ظاهرن با سواد و روزنامه نگار هستید و قاعدتاً باید از تاریخ ایران هم تا حدودی آگاه باشید، چرا ادعای ایشان را پذیرفته و تکرار هم میکنید؟ ایشان که تاریخدان و روزنامه نگار و نویسنده نیستند، یک حرفایی از پدران و مادران و مسلمان خود شنیده است و تا روزی هم که فکر میکردن گفتن من اولاد پیغمبر
هستم انسان را تافته جدا بافته می کنند. این حرف را می زند ولی امروز دیگر نمی زند. سیدها همه خود را اولاد پیغمبر می دانند. آیا شما باور می کنی؟ این پیامبر چند تا اولاد داشته که در سراسر منطقه پخش شدند. من به شما قول می دهم امروز محال است خانم فرح پهلوی شاهبانی ایران همسر پادشاه ایران که در پی کوروش و داریوش و تمدن بزرگ بود بار دیگر در هیچ نقطه ای از جهان حتی در یک جمع خصوصی دوباره این سخن را تکرار کند که نسب من به پیامبر اسلام می رسد. شما حق نداشتید به جای ایشان این سخن نابجا نادرست و توهین آمیز را تکرار و عنوان کنید. شاید خیلی ها آن را نشنیده بودند و رو به فراموشی می رفت. خانم محترم، امروز برای بسیاری از ایرانیان سید بودن، حاجی بودن، مشهدی و کربلایی بودن ننگ و عار شده و دیگر افتخاری ندارد و این در پی زحمات شبانه روزی و جانفشانی های افرادی مانند آقایان شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، کوروش آریامنش و ده ها پژوهشگر دیگر دستگیر ملت شده و باور کردنی نیست یک خانم ایرانی مانند شما منسوب بودن کسی به محمد ابن عبدالله برایش مهم و در گفتگویش به این موضوع با خوشحالی اشاره کند. باید گفت که از 20 زن محمد هیچ کدامشان ایرانی نبودند تا محمد از آنها از آن زنها فرزندی داشته باشد و یک ایران را به او متصل کنیم. این پیامبر فرزند پسری هم نداشت تا در حمله به ایران به زنی دست اندازی کرده و فرزندانی از خود به جای گذاشته باشد. خانم پیرنیای گرامی، در گذشته که شما و مانند شما اطرافیان این خانواده بودید آنها را با تاریخ واقعی ایران آشنا نکردید. دست کم پس از این فاجعه 36 ساله مواظب گفتار خود باشید. امروز هم همه ایرانی ها به دنبال هویت گم شده خود هستند و شما به دنبال جا انداختن و ساختن یک هویت غیر ایرانی و ضد ملی. چرا؟ امروز بچه های ایران دارن میرن پای آرامگاه کوروش، پای همون سنگ های 2500 سال زیر آفتاب و بارون و تگرگ خورد شده و شکسته، میرن اونجا اونا رو میبوسن، خاکشو میبوسن، هفت‌سینشون رو اونجا پهن میکنن. اون وقت شما داری میگی که نمیدونم خانم پیرنیا، واقعا اینو من الان بیشتر از یک ماهه که در دستمه، ولی به دلایل تولدهای خانواده نازنین و بزرگوار پهلوی و برجهت مصاحبه ایشون نگر داشتم تا امروز براتون بخونم که خوندم، امیدوارم که به دلتون نشسته باشه. ضمناً من یک نوار، یک دیویدی حدود فکر کنم 1 و 20 دقیقه دارم از آقای از مصاحبه ای از جام سرهنگ سپن با زنده‌یاد کوروش آریامنش که میدونیم به دست سربازان امام زمان در دفترش در پاریس مثل این که یا در لندن کشته شدن. من اینو دارم که بسیار جالبه، یه دفعه میارم، احتمالا شاید اگر فرصتی بشه روز جمعه یکی 10-15-20 دقیقه بذاریم اینو با هم تماشا کنیم و ببینیم که نظر این نازنینی که کشتنش چی بوده. اینم خوندم براتون. در مورد اسیدپاشی ها میدونید که حکومتی که اینقدر ادعای واقعا پیشرفتگی در امور نظامی و نمیدونم آگاهی و اون ساواما و غیره داره و نمیدونم میگه ما اگه پشه تکون بخورد ظرف مثلا 10 دقیقه میگیریمش اگه کاری بکنه و غیره و غیره و غیره، الان بیشتر از 2 ماه داره از اسیدپاشی ها میگذره. آقای رادان که گفتن که آقا اصلا اسیدپاشی مسئله ای نیست، چیزی نیست، 10-20 داره ریختن کشتن و کور کردن و مادام العمر توی قار نشینشون کردن به علت اون صورتهایی که بسیار ناهنجار ازشون بساب موند و اینا، اصلا مهم نیست که، چیز مهمی نیست، اینقدر شما گندش کردین حالا اسید و پاشیدنگ چیزی نیست، حکومت اسلامیه. و به هر جهت الان بعد از 2 ماه هنوز نتونستن یک آخوند بیخرد بی صفت کسافتی هم اعلام کرد که کار یه نفره، اینا حد اقلش 2 نفرن دیگه، چون با موتور بودن همیشه 2 نفری، یکی راننده موتورسیکلت بوده و یکی در پشت مثلا اسیدو میپاشیده به اون دختر یا اون به خانم یا به اون رهگذر
بنده خدای بیچاره و هنوز هیچ غلطی نزده. میگن یکی رو پیدا کردیم شاید سر نخی داشته باشد اینا. هیچی بعدنم یکی از همه عمل اکره خودشونو میارن و اعلام میکنن که آقا این بوده، اونم میگه بله آقا من بودم، من به خاطر اسلام، که البته میدونیم آخوند صادق نمیدونم طباطبایی چی بوده اسمش، ایشون تحریک کرده و گفته که حالا دیگه باید با بعد حجاب و اینا باید که با خیلی شدید رفتار کرد. و اون الهام چرخنده نمیدونم که یکی از اون فکر کنم چیزا باشه، فاحش ماهشای اون پایین شهر اینا باید باشه مال جای سابق، ایشون هم گفته که نه آقا این کار اصلا کار دولت و اینا نیست و کار اسلامی ها نیست، برای اینکه به یه با حجاب هم ریختن اینا از این حرف. به هر جهت هیچ کاری هنوز نکردن، دنبالش هم نیستن، اصلا دنبال دزدی و دل دزدی و کارهای خودشونن. این هم مثل همون کشتن نمیدونم مردم 400 نفر دستی نمارکس آبادانه، مثل اون قطعهای زنجیریه، مثل کشتن هزاران هزار ایرانیست که در خونه هاشون و این طرف اون طرف سرشون رو زدن و زندگیشون رو دزدیدن و آتیششون زدن و اینا، و بعد هم گفتن آقا ضد انقلاب این کار کرد. اینم خدمتون خوندم. عرضم به حضورتون که میخوام که از کارگردان میخوام یه دیویدی دارم، ایرانی نیست، البته یه موزیک قشنگ دارم از موین براتون پخش میکنم، ولی یه دیویدی دارم که مال یه خواننده عزیز و ارجمند اروپاییه به نام خانم فایبا لارن. این خواننده عزیز عاشق یک مردی بوده، یک پسر جوانی یا یک کسی مثل خود، یه مردی پسرک یا مردک بعدن خیانت میکنه به این و اینو رها میکنه و میره. این به دیپرشن بسیار بسیار شدید به حساب چیز میشه، چی میگم، مبتلا میشه و 12 سال دیپرشن بسیار شدید داشته. بعدش حالش اونقدر بد میشه که 6 سال تمام حرف نمیزنه دیگه و مجبور میشن ببرنش به آسایشگاه به حساب اونایی که منتالی هن و تقریبا دیوونه مینه و خراب و اینا. 6 سال کلام از کلام حرف نمیزنه. دکترش میاد برایش یه نسخه میده، میگه آقا جون بهترین راهش اینه که یک کنسرت بذاریم براش، بیاریمش همینجور از توی اون آسایشگاه بیاریم بذاریمش توی اون بالا، ارکستر هم بزنه، مردم یکی از آهنگاشو بخونن، این به صدا در میاد و عشق مردم به یک انسان، به یک خواننده، به یک رهبر، به چه معجزه‌ای رو ایجاد میکنه. این بانو 6 سال بوده کلامی حرف نمیزده و با عشق مردم که مردم شروع کردن یکی از معروفترین آهنگاشو اونا خوندن، اینم شروع کرد به خوندن و خوند و گریه کرد و دیگه بعد از اون دیگه افتاد توی قلتک و اون مشکلش رفع شد. این خواننده نازنین به چند زبان زنده دنیا، آلمانی و انگلیسی و نمیدونم بلژیکی و غیره و غیره و اینا صحبت میکنه. عرضم بزرگ مبارکتون که میگه که از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. حالا میخوام که در مورد کتاب ها، ما 3 جلد کتاب بسیار ارزشمندی داریم که مدتی اینجا مونده و به دلیلی که میخوام یه مقداری از کتابامون رو خالی کنیم و ضمناً هم میدونیم که چقدر کسری بودجه داریم، پول نداریم، چند تا کتابمون رو من با اجازه تلویزیون اومدم قیمت این یکی 80 دلار بوده اینا، من اومدم 3 جلد کتاب که میشه 180 دلار رو اومدم کسر کردم، کم کردم و کردم 110 دلار. اصلا باور کنید که اگر هر کدومی کتاب رو بخواید در بیرون تهیه کنید بیشتر از 80-90 دلار به اضافه هزینه راه و تشکیلات و اینا چکارم. این 3 کتاب که عبارت هست از یکی سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه به قلم استاد دکتر محمود کشفی،
منصور کشفی جناب دکتر نازنین که گویا مثل که از ما یه مقداری کدورت پیدا کردن و دیگه به ما کمک نمی کنن. البته قول بدون میدم که شما این کفش ده تا کتابو بخرید و پولش به تلویزیون بدید، خود جناب دکتر کشفی هم زنگ میزنن به ما و $2,000 میدن. کتاب دیگری که من جز به این کتابو گذاشتم، پارسی از اندیشیدن به سرودن، پژوهشی در آفرینش سخن و کاربرد آن به پارسی سره، اثر جناب دکتر کوعشا کورش امیر جاهد که خود نازنینشون هم در اینجا برنامه بسیار زیبایی داره. این دو تا جلد کتاب، یه جلد کتابم به نام فریب خوردگان قرآن به قلم بانو آزاده ایرانی، یک بانوی ایرانی فرهیخته که مدت 3 سال در زندان خمینی در زندان اسلامی بوده و از کارهایی که بلاهایی که در زندان به سرشون آوردن و کشتار بی شماری که از جوانای ایرانی کردن رو برای شما توضیح میدم. عرضم من یک عرض کردم هفته پیش من در یک پرسه یا یادبود یکی از بزرگترین نویسندگان ایران به نام آقای نورالله خرازی یا نوری شرکت داشتن و تعدادی کتاب به ما هدیه کردن. تعدادی هم باز هست پیش آقای منصور پور اتحاد که ایشون هم به مون میدن. من 3-4 جلد از این کتاب رو آوردم، اینا رو به قیمت الان در این هفته به قیمت $40. یکی عشق خدا، اینا کتاب یک داستان نیست، هر کدوم از این کتابا شامل بین 30 تا 50 داستان کوتاه بسیار زیبا. این نویسنده نازنین 60 سال در آمریکا زندگی میکرده و یکی از نویسندگان بسیار معروف بوده و در نوشتن داستان‌های کوتاه. یکی کتاب عشق خداشونه، یکی نردبان یعقوبه که این فکر میکنم بیشتر از 50 داستان بسیار بسیار زیبای عالی توش هستش، و یکی هم به نام قلب گریان، البته چندین کتاب دیگه هم دارن، یکی هم قلب گریانه، اینم شامل بیش از 30 جلد یعنی 30 داستان کوتاه مختصره. سپاسگزارم. من از نردبان یعقوب یک داستانی رو براتون خوندم، مثل اینکه صفحه 23 بود، اجازه بدید که یه قسمت بعدش رو براتون بخونم. در مورد جیمی کارتر، اون میدونید آیت الله جیمی کارتر واقعا ابله به نظر من، حالا به هر چیزی هم پیش بیاد، ولی واقعا این مرد بود که نه تنها ایران رو، نه تنها خاورمیانه رو، بلکه دنیا رو به هم زد. و از روزی که این کثافت لجن ایران رو به هم زد و پادشاه ایران رو برد، بیشتر از فکر میکنم که 10 میلیون کشته بر جای گذاشت و به چقدر ضرر خود آمریکا کرد. حالا گفتیم که کارتر در خواب میبینه که شاهنشاه آریامهر میان اونجا به خوابش، میبینه یک مرد با لباس نظامیه و با همدیگه در خواب صحبت میکنن. شاهنشاه میگن که آره تو مملکت منه به هم زدی، اون میگه نه تو خودت میخواستی مردمت رو نمیدونم تو دنیا معرفی کنی و همه پول میخواستی در خرج مردمت بکنی و اینا، ولی ما راضی نبودیم، شرکت های نفتی راضی نبودن و غیره و غیره. حالا ادامه میدم. چطور من رو تو جای گربه خانی؟ حالا اعلیحضرت باز میگن، من یه تیکه جالبه براتون میخونم. میگه تو شاید برای دنیا و آمریکا مفید بودی، به چیز داره میگه ها، به پادشاه ایران، یعنی پادشاه ایران دارن میگن به اون نااهل، میگن تو شاید برای دنیا و آمریکا مفید بودی ولی به کشور من نارو زدی و خیانت کردی و با دشمنان ما ساختی. تو در سفر خودت به تهران قبل از انقلاب لعنتی در مجلس ضیافت جام خود را به سلامتی شاه و ایران بلند کردی و مرا ستودی، ولی در خفا با کمک اربابان خودت در لندن، ببین حتی
خب این نویسنده نازنین هم گفته که البته این حرف خود پادشاهه که گفتن تو ارباب انگلیسا بودن، گن زدن تو مغزت، کار بد کردن و تو رو وادار کردن که مملکت منو نابود کنیم. با کمک اربابان خودت در لندن برنامه سرنگون کردن رژیم مرا توطئه چینی میکردی و از پشت به ما چاقو زدی. آیا این خیانت و دروغی نیست؟ آیا این نمک نشناسی نیست؟ من با کشور تو روابط حسنه داشتم. من همیشه طرفدار آمریکا بودم و سرزمین من پناهگاه امنی برای شهروندان آمریکا در ایام بحرانی. چرا در برانداختن رژیم من کوشیدی؟ چطور شد که کاخ نشینان ساحل رود تایمز تو را فریب دادن و عقل تو را گرد کردن و توش چیز کردن؟ یعنی منظورش انگلیسی ها رو میگه کشور تو در لجنزار دیکتاتوری سال. حالا اون پدر سوخته به پادشاه ما میگه، میگه کشور تو در لجنزار دیکتاتوری و فساد قوطه‌ور بود و سیاست های خطرناک تو و حرص و آز تو در ترقی دادن فاحش بهای نفت و لاف زدن این که به بشکه 50 دلار خواهد رسید دنیا را به وحشت انداخت و عوامل سقوط تو را فراهم کرد. من مقصر نیستم، تو مقصری. پادشاه جواب میدن در خواب، خوابی که کارتر بادام فروش دهاتی، منظورم دهاتی یعنی منظور به دهاتی خود ما نیست، خرفتیه اینه داریم میگیم. پادشاه میگن، میگن میدانم میدانم در این باره قدر زیاده روی شد ولی هدف من ترقی و آسایش کشور خودم بود. فراموش نکن سالها بود دنیا نفت ما را به ثمن بخس می‌خرید و هر بشکه فقط 18 شیلینگ به ما می‌داد و به ریش ما می‌خندید و حال فرصتی دست داده بود ما این بی‌عدالتی را جبران کنیم و حقوق حقه وطن را به دست بیاوریم. از این گذشت از این گذشته این امر و این ماجرا نمی‌بایستی رژیم مرا سرنگون کند. ببین تو با شرکت در این توطئه کشور مرا به چه روزی انداختی و چه رژیم تروریستی منفوری را جانشین آن کردی و واپسگرایان را بر ما مسلط نمودی. اگر تو در سرنگون کردن رژیم من وارد معرکه نشده بودی وضع خاورمیانه و شاید هم دنیا از من تا از زمین تا آسمان فرق داشت. شاید امروز صدام حسین نداشتیم، طالبان جان نگرفته بودند، تروریستی به اسم بن لادن از صورت کرم به صورت یک اژدها در نیامده بود، سرطان گروه القاعده در سراسر دنیا ریشه ندوانده بود، بوم سرخودهای انتحاری نداشتیم و برج‌های دوقلوی 110 طبقه هنوز برپا بودند. البته هنوز به بوکو حرام و نمیدونم تائش و تالش و فلان و اینا توش نبود. اگر از من پشتیبانی کرده بودی امروز ترس از تروریست های لانه گرفته در خاک خودت خواب را بر شما حرام نمی کرد. اگر من مستر کار مانده بودم خاورمیانه حال روزش بهتر از این بود و گروگان های سفارت در ایران 444 روز به وضعی توهین‌آمیز و خفت‌آور در اسارت به سر نمی بردن. ولی من هیچ کاری را از روی خوب‌ستینت نکردم. من حتی بارها به کلیسا رفتم. حالا این اون آخوند چیز میگه، آخوند کارتر میگه من هیچ کاری از بدی نکردم و حتی بارها به کلیسا رفتم و برای رژیم خمینی و یاران او دعا کردم که به راه راست برگردد و توبه کند. شاهنشاه میگن آری، ولی بدبختی تو و ما این است که به قول خودت تو مسیحی دوباره متولد شده ای هستی و با رقت قلب و پارسایی و جانماز آب کشیدن های خودت چه حقیقتی چه برای تظاهر میبایستی از کلیسا سر در بیاوری نه از کاخ سفید. میگم تو باید میرفتی همون آخون میشدی، آخون شپیشو، نه که رئیس جمهور. شاید در اندرون تو کشیش بوده، در اندرون تو کشیش بودی که کوشیدی رول یک سیاستمدار را بازی کنی و در بعضی موارد موفق هم شدی، ولی در منجلاب سیاست خاورمیانه گیر افتادی و دودان به چشم من و همه هموطنان من رفت و سرطان یک رژیم واپسگرا و جاهل و خونخوار وطن من را به خاک سیاه نشان و فریاد رسی هم نیست.
وقتی لیدر کشوری قدرتمند از روی ضعف نفس و بزدلی ماسک شفقت و مماشات را بر چهره میزند، واویلاس و صدمات جبران ناپذیری به بار می آورد. یک دوره پرآشوب برای روبرو شدن با سیستم های تروریستی و گروگان میدان سیاست. دنیا لیدران شجاع و با شهامت و بیباک و حتی ماجراجو لازم دارد، چون گاه مجازات یا اقلن تهدید به مجازات ضروری است، نه مماشات. شاید در مورد تو و مملکت تو من فریب خوردم و پوزش می طلبم. اینو کارتر گفت. حالا شاهنشاه می فرمان فریب خوردن عذر موجهی برای ثبوت بیگناهی نیست و براءت به بار نمی آورد. باز دوباره کارتر میگه آیا تو مرا لایق دریافت جایزه صلح نوبل نمی دانی و باید آن را مرجوع کنم؟ اینا در خواب بین کارتر و پادشاه ایرانی. شاهنشاه می فرمایند که اگر وجدان تو آرام است و خود را مقصر نمی دانی، لزومی ندارد از قبول این جایزه امتناع کنی. در این بازی شوم شطرنج سیاست خاورمیانه تو قیافه را باختی، تو ببخشی تو قافیه را باختی و مات شدی، ولی بعد از ترک کاخ سفید تا حدی کفاره گناهان و اشتباهات خود را پرداخته ای و شاید خودت نمی دانی خدمات نوع پرستانه تو، کوشش تو برای صلح دلسوزی های تو برای افراد محتاج، وقتی مثل یک نجار یا بنا آستین بالا زدن و کمک در ساختن خانه های ارزان قیمت در خور تحسین است، تو در خارج از کاخ سفید بیشتر خدمت کردی تا در دوران ریاست جمهوری بودن. ولی فراموش نکن هر بار بیگناهی را در زندان مخوف اوین شکنجه میدهن، هر بار جوانان شجاع را به دار میزنن یا دستی را میبرن یا چشمی را از حدقه در میآورن و زن و یا مردی را سنگسار میکنن، هر بار فردی در کشور من از روی استحصال کلیه خود را میفروشد، هر بار یک ایرانی در غربت دست به خودکشی میزند، تو و دولی که تو را فریب دادن به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقصر هستند و شریک جرم این وحشیگری ها و هم نوع کشی ها هستید و باید از دنیا پوزش بطلبید. باز شاهنشاه می فرمان تو که خودت را مسیحی دوباره متولد شده می خوانی، حتما به کلیسا برو و برای مردم ستم دیده و در بند افتاده کشور من دعا کن. تو این دین را به آنان بدهکاری. دعا کن و طلب استغفار کن، چون با آنان نارو زدی. تو با کمک وردستان هیلگر خود و پسر عموهای خود در ساحل رود تایمز انگلیس کشوری را به روز سیاه نشاندید و مسئول هستید. این یکی از داستانهای کوتاهش بود که براتون خوندم. کتاب نردبان یعقوب، قلب گریان، اشک خدا، که بسیار بسیار زیباست، از این هنرمند، واقعا هنرمند بزرگ در دست ما هست که تقدیمتون میکنیم. برای اینکه من قول موزیک دادم، روز بجان میخوام که اون آهنگ زیبارم تقدیم بکنیم و دیگه بعدش ببینیم که وضعمون به چه صورتی میشه. من هستم بعد از برنامه در خدمتتون یک ساعتی. خواهش میکنم زنگ بزنید و هدایاتون رو کتاب بگیرید، کتاب بخرید و یا پول بزرگوارانه خودتون رو تقدیم تلویزیون بکنید. سپاسگزارم.
که تنها دلیل زندگی تو رو قدره دنیا دوست داره تو میبندم چشو هر جا باشم تو رو پس میکنم اینجا کنارم فقط آرامش دستات میتونه هنوزم باعث دیوانگی میشه نگاه روشنی بخش تمومه شبای سوت و پور زندگی میشه تو که تموم دنیا بی تموم بدون تو نمیتونم تویی که عشق و رویامی تو که تمام دنیامی از معین واقعا زیباترین صدا ولی از لحاظ دیگرش رو صحبتش رو نمی کنیم صداش محشره و عجب تقدیم به بینندگان ارجمند در این دوشنبه صبح یادتون باشه دیدار ما امشب نمیدونم در بازپرس ساعت 9:10-8:10 خواهد بود و در روز آدینه در خدمتون هستم. یکی مسئله ای که من همیشه تاکید میکردم ولی به علت بی پولی و این که الان نزدیک عرض کردم که تلفن داریم یه تلفن میگیریم. درود به شما نازنینم، بفرمه خواهش میکنم. جناب آقای باقری حال شما چطور؟ خیلی ممنون، سپاسگزار شما هستم. آقای باقری میخواستم یه چه حقیقت رو برای شما بگم. ما تو ایران دو تا خدا داریم، یک روسه یک انگلیسه. هرچی به ما میگه ما انجام میدیم، ما نمیتونیم هرچی نبگم ما نکنیم، ولی با درکنی ما رو بیرون میکنن. دو تا خدای از دو بجل داریم، اونم روس و انگلیسه. خدا نگهدار. سپاسگزارم، مرسی. کاملا کاملا حرفتون درسته که تاج سر آخونده هستن. بله بله، ارزم یک موردی رو من همیشه میگفتم ولی گفتم به علت کسری 65,000 دلار تا آخر ماه قبل و 25,000 دلار هم تا پنجشنبه تا روز شنبه که قرار خدای ناخواسته اینجا اصلا نمیگیم که چی میشه، در حدود میشه 90,000 دلار کسری داریم. چند تا مورد، یکی که همیاری یادتون نره، دو اسامی که مدت هاست نگفتیم، اسامی عربی رو از خودتون بردارید اسامی فارسی رو به جاش بذارید، سه به کار بردن تاریخ شاهنشاهی هخامنشی به جای 1393 عربی که مربوط به عربای عربستانه و مربوط به فرار حضرت محمد ابن عبدالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، این فرار حضرت محمد از مکه به مدینه است، اون تاریخ ایران نیست، ولی 2573 تاریخ تاجگذاری شاهنشاه بزرگ جهان کوروش هخامنشی است. اونو به کار ببرید، هیچ تلویزیون و رادیویی نمیگن، اصلا مثل این که مال این محل و اینا نیستن، اصلا با ایرانیش کدومشون نیستن. یکی به حضورتون که میدونین 6 فروردین بزرگداشت زرتشت بزرگ، 4 آبان قرار شده بشه روز شاه روز، و یکی 7 آبان ماه همون چند روز پیش تولد کوروش بزرگ یادتون باشه، بعد که کوروش گفت که من برای گفت کوروش بزرگ ببینید چی گفت، گفت من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمیکشم، چراغ روشن میکنم. بعد بازم تلفن داریم. جون دلم بفرمایید، خواهش میکنم. جناب باقری درود بر شما. درود به شما عزیزم. این تلویزیون ها و در ادامه صحبت شما، این تلویزیون ها و رادیو ها که صحبت نمی کنن جزء امت جمهوری اسلامی ایران هستن. کاملا حق با شماست. و در خاتمه یه شعر کوتاه براتون میخونم. بفرمایید. جزداده عشقیه. بفهمید. جز گوه و گند و کثافت چیزی اندر این شهر ندیدم بنده، هر کجا شهر مسلمانان است از گوه و گند بود آکنده. بدرود. بسیار زیبا، مرسی. واقعیته، واقعیت. سپاسگزارم. بقیه چیزهای دیگه که میگم خدمتون
یه چیزی هم که بگم خدمتون، در مراسم های دیگه میدونم خوشبختانه دیگه نیست، من چون چندین مثلا خط امیدوارم که همیشه عروسی بریم، ولی دیگه خط ما از آخوند کثافت در هیچ جای دنیا، حداقل در ایران، در اینجا که دیگه استفاده نمیشه. البته هنوز هستن یه دکه ایموش از این آشغالا رو میارن و سر برای خاک سپردن. یه دفعه یه خاک سپاری رفته بودیم، یارو مرتب هی 60 بار این مرده بدبخت رو بلند کردن، هی دو قدم گذاشتن جلو، یه نماز خوندن، دوباره سه قدم دیگه رفتن، بعد راستش کردن که یه پدر سخت بازی در آورده بود آخونده که خدا بینه. یک انسان بیارید از شاهنامه براتون بخونه. بعد به حضورتون که یک دوستی به من زنگ زد و گفت که آقا به جای این چیز اون چیزی که میگی آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام بدا حیفم آمد که تو رو دست خدا بسپارم، بگو حیفم میاد که تو رو دست الله بسپارم، چون خدا مال ایرانه و خدا اشکال نداره بسپاری، ولی به الله نباید بسپاری. باز همون دوستم از من خواست که اون شعر آقای فیزو فقط شعرش میخونم، ولی امروز میخوام با آخرین کلام آزاده به پایان ببرم برنامه رو، که گفت که زنده یاد بزرگ آقای اسمش حالا یادم میاد که لندن بود، که میگفت که ما برادران از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم، گر فرد شدیم از نظرها علمیم. یعنی علمای دیدی، علمای اسلامی ها همش اینجوریه کجکیه، و جمع شویم بر دهانها مشتیم. شعر قشنگیه، ولی من امروز چراغ روشن کردن برابر معمول همیشه میگیم که به یاد دوران پرشکوه گذشته، دوران پهلوی ها، و به امید رهایی ایران از چنگال خون آشام آخوند و ملا و این دین، آخرین کلام خانم آزاده رو که میگفت که نازنینم نازنینم چه دعا بهتر از این، گریاد از سر شوق، خندهد از ته دل، نبود هیچ غرور غمناک. منم آرزو میکنم که هیچ غرورتون غمناک نباشه، همیشه شادی و تندرستی در وجودتون و در خانتون موج بزنه. آرزو بکنیم هممون که ایران به زودی آزاد بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.